ببینید یه احتمال در سخن مولانا اینجا این است که این نکته رو از افلاطون برگرفته باشه و خب یک نوبت هم اینجا من براتون گفتم دیگه که مشهورترین سخن افلاطون که دیگه به گوش همه از فیلسوف و غیر فیلسوف رسیده قصه غار افلاطون است. که این غار افلاطون چه بود؟ افلاطون برای ما تصویر میکنه آدمیانی رو که در غاری نشاندند، آدمیانی که اصلا در غار زاده شده اند، از بیرون غار خبر ندارند، در غار به دنیا آمدن، همونجا موندن، همونجا بزرگ شدن و اینها رو با یک بندهای چنان بستن که نمیتوانن به پشت سر، یعنی به دهنه غار و به بیرون غار نگاه کنن، فقط به دیوار روبروشون نگاه میکنن. از بیرون کسانی میروند و میآیند و سایه هاشون روی اون دیوار مقابل میفته و این غارنشینان و متولدان غارنشین فقط می توانند که به اون سایه ها نگاه کنند. رفته رفته عالم اینها، جهان اینها می شود جهان سایه ها. اصلا تصورشون از موجود سایه وار است، اصلا تصور دیگه ندارند، نمی تونند داشته باشند، تا اون موقع غیر از او چیزی ندیدند. البته داستان پیش میره و اینکه یکی از اینا فرار میکنه و نور رو میبینه و از غار میره بیرون و اینا که اون همون حکایت پیامبران و عارفان و فیلسوفانه که بیرون جهان رو میبینن و بعدم وقتی خبر میارن درون غار برای اینا باور نمیکنن، چون اینا اصلا نمیتونن بفهمن بیرون غاری هست، موجودات واقعی ما داریم، اینها سایه های اون واقعیات، اینا اصلا در ذهنشون نمی گنجه. خب ببینید این اولین حرفی است در این زمینه که زده شده و لب به کلام افلاطون هم این استش که این جهانی که ما توی زندگی میکنیم جهان سایه هاست. این که اقبال لاهوری میگفت که سرچشمه تصوف ما از افلاطونه به این اعتبار میگفت، این که میگفت همه صوفیان ما مستقیمن که نه غیر مستقیم شاگردان افلاطون بودن و شیر از پستان فلسفه او نوشیدن به این سبب بود. این و پاره از سعلماجی کلن افلاطون این عالم عالم حقیقی نمیدونست، علم به این عالم رو هم علم حقیقی نمیدونست. اینی که مولوی بعدها هم میگه که اینها همه چیز علم بنای آخر است که اماد بود گاو و اشتر از بحر استبقای حیوان چند روز نامان کردن این گیجان رموز، میگوید که این علوم که علم نیست، حتی اکثر علم بنای آخر مهندسی رو میگه. علم فقط علم عاشقی است، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. البته این شعر مال شیخ بهایی، این شعری آخری که خوندم مال مولانا نیست، اما همون منطقه که ادامه پیدا کرده دیگه. حالا جناب شیخ، حالا که به زبانم آمد اینم بگم، شیخ بهایی خیلی تندتر گفته از مولانا. مولوی حد اکثر گفت مهندسان چی هن؟ آخرسازن، علم بنای استبل بلدن و آخر درست میکنن برای آدمیان که زندگی حیوانی کنن. اما جناب شیخ بهایی میگوید که سینه خالیز مهر گلرخان، دلی که عشق درونیست کهنه انبانی بود پر استخوان، وین علوم و این خیالات و صور فضله شیطان بود بر اون حجر. میگوید که این چیز علوم و خیالات و صور به علوم مثل نجاستی است که شیطان بر اون استخوان‌ها کرده باشه. شرم بادت زان که داری ای دغل سنگ استنجای شیطان در بغل. یه در سینه خودت سنگ استنجایش، یعنی سنگی که شیطان با او نجاست خودش رو پاک میکنه. حالا اینم که گفتم یادم اومد هم اضافه کنم که شمس تبریزی در تعلیمات خودش میگه علم فقه علم استنجاست، یعنی فقط علمیست که یاد میدن نجاست و اینا چجوری باید پاک کرد. از اینها بگذریم،